به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین به خیر هستین جور و صحتمند باشین خب جلسه چندم است جلسه چهارم ما و شما قرار است با هم دیگه بخوانیم درست است خب شاگردای عزیز قرار بود چی کنیم قرار بود شما کارخانه گیر به ما روان کنین جلسه پیش گفتیم دیگه نه چه رقم به ما روان میکردین گفتیم با نمبر 20964 780 255 40 در واتساپ میتونید با ما در ارتباط شوید و کارخانه رو با ما روان کنید درست است و اگر کدام گپ و سوال هم دارید پیشنهاد دارید انتقاد دارید کدام گپی است میتونید با ما شریک سازید درست است فصل اول دایره جلسه چندم ما و شماست جلسه چهارم و یک نکته بسیار مهم شاگردای عزیز امروز فصل اول ما و شما چی میشه؟ خلاص میشه پس جلسه چهارم فصل اول ما و شما خلاص میشه اما دی جلسه جلسه چهارم اهداف جلسه چهارم ما و شما قرار است چی رو بخوانیم؟ اول زاوی محاطی یا محیطی در دایره خب ممکنه سوال کنید که جلسه قبل خواندیم اما اگر یادتان باشد ثبوتش ماندنه نه؟ ثبوتش امروز انجام میتیم درست است؟ که ثبوت چی شکل است؟ که ما یک زاویه محاطی رو گفتیم که یک زاویه محاطی یا محیطی مساوی است با قوس مقابل تقسیم به دو نیم قوس مقابل میشه دیگه این رو ثبوت میکنیم و بعد از و چی رو میخوانیم زاویه مماسی در دایره رو میخوانیم و چه رابطه دارد با قوس مقابل خودش درست است پس شاگردای عزیز بریم سر تخته و با, با شکل به شما چی کنیم ثبوت کنیم که زاویه مهاتی مساوی با قوس مقابل تقسیم بر دو پس دقت کن یک تا قضیه داشتیم شاگردای عزیز یک تا قضیه داشتیم و قضیه چی بود می گفتم که ما اگر یک زاویه محاطی یا محیطی هم گفتیم کتاب ما مح محیطی نوشته کرده اما دیگه کتاب ها گفتیم چی نوشته میکنه مح محاطی نوشته میکنه درست است یک زاویه محاطی داشته باشیم زاویه محاطی تعریفش چی بود زاویه ای که رأس زاویه روی محیط دایره باشد روی خود دایره درست است و از لای زاویه چی باشد و های دایره باشد سعیست یا تو نست به شک... به ای... به عنوان مثال چنین شکلی نگاه کنید این دایره ما باشد این زاویه ما باشد زاویه A B C این زاویه سه این زاویه گرافی ای ای چی است بی است پس این زاویه یک زاویه چی است زاویه محاطی یا محیطی است که رأس زاویه روی خود دایر است و از لای زاویه چی است و دایر است و این گفتیم که قضیه چی میگفت میگفت یک زاویه محاطی اگر داشته باشیم اندازه از این زاویه یعنی چند درجه است چی است قوس مقابل تقسیم بر دو یعنی اگر این قوس مقابل از از ای تا سی قوس ای تا سی قوس ای تا سی در قوس میمانیم دیگه قوس کمان یا قوس میگفتیم تقسیم به دو کنیم یا نیم کنیم چی میشه؟ میشه زاویه بی درست است؟ این قضیه بود دیگه یک زاویه محاطی، میشه قوس مقابلش تقسیم بر دو این رو میخوایم ثبوت کنیم جلسه قبل گفتیم سوالم کار کردیم دیگه نه اموال ثبوت از چه رقم میشه پس ثبوت ثبوتش به شکل است دقت کنید بون میل ده اینجا نوشته کنم ثبوت شده پایین نوشته میکنم پس خب ای بی قوس تقسیم به دو باید چه از زاویه بی این رو باید ثبوت کنم خب ثبوت از چه رقم میشه دقت کن شاگرد دقت کن شاگرد عزیز به شک میگیم که ما زاویه مهاتی ما سه نوع مختلف برش میکشیم که یکی یک نوعش یک به شکل است که دقیقا دقت کنید شاگردای عزیز که دو تا زل ما دو طرف مرکز دایره قرار دارد من این ثبوت میکنم حالت دوم و سومش برد میکشم و میمانم خودت باید ثبوت کنی درست است حالت دومش چه رقم است حالت دومش به شکل است. دقت کنید چاگردای عزیز که دقیقا حالت دومش به میشه که زاویه ماهاتی ما دو تا زلش یک طرف مرکز است زاویه ای باشد بی ای باشد A ای باشد C دقیقا این زاویه پس ار دو زل زاویه یک طرف مرکز است اما در اینجا چی است؟ یک زل دی... یک طرف یک زل دیگه طرف دیگه است یعنی دو طرف مرکز دایره است نه و حالت سوم حالت سوم به این شکل است دقت کنید شاگردای عزیز که زاویه مهاتی ما یک زلش دقیقاً از مرکز تر میشه پس باشد B ای باشد A یا باشد C ای اینی زاویه پس سه حالت مختلف برای زاویه ما میتونیم بکشیم حالت اول چی باشد؟ زل های زاویه ما دو طرف مرکز دایره باشد حالت دوم زل زاویه یک طرف مرکز باشد یا این طرف یا این طرف میتونه باشه فرقی نمیکنه و حالت سوم خیلی حالت مهمی است و او چی است دقیقاً یکی از زل از مرکز تیر میشه یعنی چی یعنی است وقتی از مرکز رد شوا چی بود وقتی که از مرکز دایره تیر شوا اون گفتیم قطر دایره نه پس یکی از اینها قطر دایره باشد خب حالا ما کدوم رو میکنیم میکنم من این حالت آخر ثبوت میکنم و این دو حالت بر خودت میمانم سایس فرمی چرا خمش دیگه نه ما ایر ثبوت میکنم بعد با توجه به ثبوت از ما شما این اردو رو میتونین صبوت کنین که چی میشه زاویه ماهاتی مساوی میشه با قوس مقابل تقسیم بر دو خب ایر چرا خمش ثبوت کنم اینه بهش اک میکنم. میکنیم دقت شگرد عزیز پس سبود میگم که چکار میکنم اول اول میایم از ای او, او هست دیگه مرکز دایره با چه نشان میتونیم؟ با او نشان میتونیم دیگه نه با دیگه رنگ بگیرم یعنی او است. از او به سی رسم میکنم یعنی شای او سی را ما چی میکنم رسم میکنم خودم پس او سی را رسم کردم سیست او سی نام میمانیم او یک میمانم ایره او دو من این زاویه او یک این زاویه چی میشه او دو قبول است خب حالا چرا رقم است دقت کنید شاگردای عزیز زاویه او یک یک زاویه چی است یک زاویه مرکزی است دیگه دقیقاً زاویه او یک زاوی زاویه A او سی این زاویه او یک یک زاویه چی مرکزی است یعنی چی یعنی مساوی است با قوس مقابلش اینو که ما شما میخوانده بودیم دیگه نه زاویه مرکزی مساوی است با قوس مقابل درست است خب از طرفی زاویه او یک آیا در مثلث OBC مثلث دقت کن مثلث او بی سی زاویه او یک یک زاویه چی است زاویه خارجی او بی سی است زاویه خارجی رو خواندیم دیگه در صفحه قبل خواندیم دیگه نه زاویه خارجی است یعنی او دو زاویه داخلی است اما او یک زاویه خارجی است زاویه خارجی با چی مساوی بود یادتان است؟ خوانده بودیم زاویه خارجی با جمع دو زاویه داخلی غیر مجاور یعنی او یک با چی مساوی با بی جمع سی با هم دیگه چی است؟ مساوی است. یعنی بی و سی رو با هم جمع کنیم با زاوی او یک چی میشه؟ مساوی در هر مثلث هست دیگه نه؟ مشکل در اینجا برد بکشم شکل از دقت کنید ای زاوی ای باشد ای بی باشد یعنی ای سی باشد یعنی سی, ی... ای سی یک باشد یعنی ای سی دو باشد زاوی سی یک حال چی زاویه خارجی مثلث ما است و این ثبوت کرده بودیم اینه قبلا که زاوی سی یک مساوی میشه با زاوی ای جمع بی یعنی با مجموع یا جمع زاویه های داخلی غیر مجاور مجاور رسی مجاور یعنی چی یعنی نزدیک یعنی همسایه دی سیگ یک چه همسایه است یعنی سی دو درست است ما سی دو رو کار نداریم سی یک میشه ا جمع بی فهمید چی شد یاد اومد دیگه نه در اینجا ما شکل است یعنی سی یک ما چی زاویه خارجی این مثلث است پس میشه بی جمع سی اینو میفهمیم اما شاگردای عزیز دقت کنید در مثلث او بی سی چی داریم ای اوسی و او بی با هم چی است؟ مساویسته چرا مساویست؟ بگن آفرین چون شعای دایر است دو شعای دایر است دیگه نه؟ خب شعای باشد مثلث ما چی میشه؟ متساوی و ساقین میشه درست است؟ در مثلث متساوی ساقین اینی دوتا زاویه با هم چی است؟ برابر است درست است؟ پس بی با سی چی است؟ برابر است فهمیده؟ پس من امینار رو نوشته میکنم و به زبان ریاضی نوشته میکنم و ثبوت میکنم که زاویه مهاتی میشه قوس مقابل تقسیم بر دو درست است به شکل نوشته میکنم اول میگم که پس شعاع اوسی را رسم میکنیم اوسی را رسم میکنیم خود ما پس من شعاع اوسی را رسم میکنم در مثلث OBC بی سی یک مساوی میشه با چی؟ پس او یک زاویه او یک مساوی است با چون زاویه خارجی است میشه زاویه بی جمع زاویه سی پس زاویه بی جمع زاویه سی درست است؟ بله درست است زاویه خارجی است از طرفی هم چون مثلث او بی چی است؟ متساوی ساقین است یعنی هر دو ساقش با هم مساوی است این ساق او بی و او سی با هم چی است مساوی است چرا چون شاه های دایر است در یک دایره میفهمیم دو شاه با هم مساوی است دیگه پس یک مثلث متساوی و ساقین اگر داشته باشیم این زاویه با این زاویه چی میشه مساوی میشه و از طرف می که زاویه بی مساوی است با زاویه سی بی و سی چی است مساوی است قبول است خب آفرین عالم بی او سی دیگه نه من میتونم به جای سی بی نوشته کنم بله دیگه چون اردش مساوی است دیگه پس من از اردو نتیجه میگیرم به جای یعنی سی چی میمونم بی میمونم پس زاویه او یک مساوی میشه با بی جمع بی بی جمع بی این بی که خودش نوشته کردم اما این سیرم به جای چی ماندم؟ بی ماندم چون بی, بی واسی چی هست خب بی جمع بی چی میشه میشه دو تا بی پس زاویه او یک و دو تا زاویه بی درست است خب آلی شاگردای عزیز زاویه او یک زاویه مرکزی مگر نیست بله زاوی او یک زاوی مرکزی است پس چی میشه قوس مقابل مساوی میشه درست است پس از طرفی من میدانم که زاوی او مساوی است با چی با قوس ای سی با هم دیگه چی مساوی است مگر نگفتیم او با دو بی مساوی است پس به جای او یک من میتونم دو تا بی رو بانم پس چی میشه دو تا بی زاوی بی مساوی است با قوس ای سی الی دو چی هست؟ یک معادله است دیگه نه؟ دو ضرب است میتونیم اطراف تقسیم به دو بسازیم دیگه نه معادله رو یاد داریم دیگه اطراف تقسیم به دو اطراف تقسیم به دو سایست ان دو که دو اختصار پس چی میمونه میمونه بی من آخرش ده اینجا نوشته میکنم پس بی زاوی بی اما زاوی مهاتی ماست دیگه نه میشه با چی مساوی است با قوس ای سی. تقسیم به دو درست است پس چه شد این ثبوت شد شاگردای عزیز و گرامی گفتیم این شکل بکشیم خط خطک کنیم داخلش چی میشه ثبوت ما خلاص میشه پس چه شد زاوی بی زاوی همه مهاتی چی میشه مساوی است با قوس مقابل تقسیم به دو قوس مقابلش ایسی است تقسیم به دو است از چه کمک گرفتیم از زاوی مرکزی کمک گرفتیم فکرت باشه پس چه شد ثبوت کردیم که اگر ما یک تا زاویه چی داشته باشیم زاویه مهاتی داشته باشیم میشه قوس مقابل تقسیم بر دو پس دقت کن من این حالت ثبوت کردم اما این دو حالت شما باید با توجه بزی ثبوت کنید من یادآوری میکنم بر یک نکته برات میگم روشنه مندازم که بفامی نگاه های عزیز این اگر بخوای ثبوت کنی خودت بخوای ثبوت کنی میای چی میگه خودت میگه ما میایم قطر بی دی را رسم میکنم اینی را نامش رو در اینجا دی صحیح قطر بی دی را رسم میکنم بی دی قطر است آل زاویه ABC، ای بی این همی زاویه بی کلان ما دیگه نه به دو تا زاویه B1 و B2 تشکیل میشه جدا میشه دیگه درست است خب زاویه B1 چی است دقیقا از این نو زاویه است که یک زلش چی است قطر است پس این رو ما ثبوت کردیم دیگه خیلی چی میشه قوس مقابل تقسیم به دو زاویه پس چی میشه دی تقسیم به دو اما زاویه بی چی میشه او هم جنس است دیگه یک تا زل قطر دایره است پس اون میشه قوس مقابل تقسیم به دو از این ثبوت استفاده میکنیم دیگه از نتیجه این ثبوت بود استفاده کنیم دیگه درست است پس این میشه چی میشه ای دی تقسیم به دو آل زاوی بی کلان ما بی یک جمع بی دو میشه دیگه درست است پس ای قوس این قوس مقابل تقسیم به دو جمع یعنی قوس مقابل تقسیم به دو مخرج ها یک از دار نوشته میکنه صورت های کسر با هم چی میشه جمع میشه پس میشه ای دی جمع دی سی. دی سی میشه ای سی پس جواب آخر میشه ای سی تقسیم به دو پس من ثبوتش بر گفتم روشنی انداختم دیگه نه خودت باید نوشته کنی ده ای کار میکنید ده ای هم به مشکل شما باید چکار کنید باید بیت قطر بی دی را رفع میکنیم صحیح است قطر بی دی را رفع میکنیم ده اینجا چی میگیم میگیم ما این یعنی زاویه رو میخوایم دیگه ای بی سی را میخوایم دیگه نه باز دوباره ما میام میگم چی میگم میگم ای بی دی از, از کدام زاویه است انرژی زاویه است جنسش از این میشه یک زلش است قطر دایره است درست است پس ای بی از این میشه میشه قوس مقابل یعنی ای دی تقسیم به دو و از طرفی شاگردهای عزیز این زاوی سی بی دی هم از همین نو زاوی است یک یعنی زل شست نگاه کنید سی بی دی این زاوی کوچک در اینجا است اینی چی میشه؟ اینی هم میشه قوس مقابل تقسیم به دو آلی دو زاویه را این زاوی کلان نهی خورده که هم کم کو چی میشه؟ این زاویه تو دریافت میشه فایف فام میده چی رقم شد دیگه نه پس اینم روشنی انداختم که بتونی ثبوت کنی و این هر دو ثبوتش با اینی است پس این ثبوت بسیار مهم بسته. در امتحان اگر آمد که ثبوت کنی زاویه محاتی مساوی است با قوس مقابل تقسیم بده تو اینو ثبوت میکنی این دو حالت شد دیگه باز میگیم با توجه به ثبوت میشه اینی مهم بسته فکرت باشه ولی دو حالت هم باید چی کنی خودت حتما ثبوت کنی یا پس چی شد ثبوت قضیه که جلسه قبل گفتیم ثبوت چی گفتیم در جلسه میگیم برای شما چی کردیم ثبوت کردیم درست است خب من تختر پاک میکنم یک تا سوال از کار میکنم و بعد زاویه مماسی رو میگیم بحث آخر ما و شما میشه این مرکز دایره او باشد ای, ای باشد یعنی بی و یعنی سی زاویه او ما زاویه مرکزی ما هم چند است گفته است که سی درجه است به عنوان مثال این شکل به ما داده گفته زاویه مرکزی ما چند است سی درجه است گفته شما زاویه محاطی ای را دریافت کنید گفته زاویه ای چند درجه میشه خب بسیار آسان است دیگه به چه شکل میشه واصله است خب وقتی 30 درجه باشد شاگردای عزیز زاویه او 30 درجه باشد زاویه او یک زاویه چی است زاویه مرکزی است دیگه نه؟ او یک زاویه مرکزی است پس نتیجه بگیریم که قوس مقابلش هم 30 درجه است یعنی چی پس از این نتیجه میگیریم که موازی نتیجه نتیجه میگیریم که قوس bc هم چند درجه میشه 30 درجه میشه درست است پس قوس مقابل از این زاویه او میشه یک زاویه مرکزی است دیگه با قوس مقابل مساوی است allele زاویه a یک زاویه محاطی مگر نیست بله دقیقا نگاه کنید یک ز... دو تا زلای از چی میشه و اطرهای دایر است و رأسش هم روی خود دایر است پس یک زاویه مهاتی است اما ثبوت کردیم زاویه مهاتی مساوی است با قوس مقابل تقسیم به دو قوس مقابل این زاویه این زاویه دقت این زاوی زاویه اینی زاویه این زاویه زاویه درست است قوس مقابلش کدام است هم بی سی است که بی سی رو داریم 30 درجه خب تقسیم به دو چند میشه 15 آفرین پس در نتیجه چی میشه زاویه ای ما چند میشه میشه C. تقسیم به دو جواب چند میشه؟ پانزه درجه درست هست؟ پس خیلی آسان ما میتونیم چکار کنیم؟ اگر به شکل گفته زاوی او باشد سی درجه زاوی چند میشه؟ زاوی پانزه درجه میشه چرا؟ باز دوباره دقت کنید که چون زاوی او یک زاوی مرکزی است پس با قوس مقابل مساوی است قوس مقابل از چند است؟ سی درجه این قوس مقابل مقابل ای هم است دیگه اما قوس است دیگه دقیقا نگاه کن اینی اه. دقیقا قوس مقابل همین بی سی است چند درجه است سی درجه خب زاویه ما ماهاتی محاطی است چی میشه قوس مقابل تقسیم بر دو پس سی تقسیم بر دو چند میشه 15 میشه درست است خب پس شاگردای عزیز و گرامی پس چی شد زاویه ماهاتی رو ما شما خواندیم و ثبوت کردیم که گفتیم زاویه ماهاتی چی میشه مساوی است با قوس مقابل تقسیم بر دو بر حسب درجه دیگه نه سوال ازش کار کردیم اما پس من باید نیرو مار کنم پس ای شد؟ ای خلاص شد اما موضوع دوم که ما شما قرار است بخونیم چه زاویه مماسی در دایره چی است پس زاویه مماسی رو من تعریف میکنم در سر تخته و با شکل بر نشان میدم که به چی شکل است و رابطه از او با قوس مقابل میشه درست است شاگردای عزیز زاویه مهاتی یادتون بود چی بود زاویه مهاتی تعریفش چه رقم بود گفتیم زاویه‌ای که رأسش روی خود دایره باشد و از لای از چی باشد وتره های دایره باشد نه اما زاویه مماسی زاویه مماسی زاویه مماسی به شکل میکنیم زاویه ای که رأس آن روی دایره پس زاویه‌ای که رأس آن روی دایره یا روی محیط دایره باشد و از لای چی باشد؟ یک زلش وتر باشد یک زلش مماس بر دایره باشد درست است؟ که زاویه‌ای که رأس آن روی دایره و یک زل آن یک زل آن وطر دایره و زل دیگر چی باشد؟ مماس بر دایره باشد سایست فرمولش رقم شده گنه پس تعریف به این شکل است زاویه مماسی زاویه‌ای که رأسان روی محیط دایره باشد یک زلش وطر باشد دیگر زلش باشد مماس باشد شکلش به این صورت میشه دقت کنید شکلش به این صورت میشه ما یک تا دایره داریم این دایره ما و شما است مرکزش او است خب این زاویه دقت کن شکل عزیز به عنوان مثال این زاویه با دیگر رنگ میشه این زاویه است این باشد ا ای بی و سی این زاویه میشه این زاویه چه زاویه مماسی برش میگیم رأس دایره رأس زاویه ما بی است روی خود دایره است یک زلش وتر دایره است دیگه زلش است مماس بر دایره است ببین میگیم زاویه چی زاویه مماسی اما نکته زاویه مماسی شاگردای عزیز و گرامی زاویه B دیگه نه زمین زاویه B ما مماسی گفتیم زاویه اگر یادتون باشه گفتیم یا یک حرفی نوشته میکنیم یا سه حرفی اگر یک حرفی نوشته کنیم باید می راس نوشته کنیم اما اگر سه حرفی نوشته کنیم باید بگیم A B C یعنی راس باید در وسط باشه اما یک حرفی خو طرف ما یک حرفی نوشته میکنم زاویه B درست است قوس مقابل از چی میشه قوس مقابل زاویه B میشه قوس B C یعنی قوس میشه دقت کنید یعنی قوس چی میشه قوس مقابلش است از B تا C در زاویه محاطی اگر یادتان باشد گفتیم که زاوی محاطی یا محیطی چی میشه؟ مساوی با قوس مقابل تقسیم بر دو در اینجا هم به اون شکل میشه یعنی زاوی مماسی ما چی میشه؟ میشه قوس مقابل تقسیم بر دو درست هست؟ قوس مقابل تقسیم بر دو میشه خب اما چه رقم ایر کنیم؟ پس اینم هم دقیقا دقت دقیق کنید زاویه بی مساوی با قوس بی سی تقسیم بر دو میشه است. پس این چی است قضیه ما و شما است این رو چیکار کنیم ثبوت کنیم و یک مثال کار میکنیم بعد خلاص میشه درست است پس ثبوت از که یک زاوی مماسی اگر داشته باشیم چی میشه میشه قوس مقابل از تقسیم بر دو اما ثبوت از چرا خم است پس من این تعریف پاک میکنم و ثبوت میکنم در اینجا براتون درست است پس من این تعریف پاک کنم و ثبوت کنم براتون خب ثبوت هده چرا خب میشه پس ثبوت ثبوت به شکل است دقت کنید شاگردای عزیز من میگم چی میکنم من از او به بی و به سی وصل میکنم یعنی شاه های او بی و او سی را رسم میکنم درست است او بی و او سی را رسم میکنم خب شاگردای عزیز و گرامی یعنی شاه مگه در نقطه بی قد نکده دا دایر ما را دقیقا از او به بی وصل کردن درست است از او به بی خب یک نکته داشتیم در قسمت شاه ها یادت هست که چی گفتیم؟ گفتیم که شا در نقطه تماس بالای خط مماس عمود است آفرین یعنی اینی کل از این زاویه چند میشه؟ 90 درجه میشه یعنی مگه اگه نامشی رو بگیرم زاویه بی یک رو بگیرم بی دو بی یک جمع بی دو با هم دیگه چند درجه میشه؟ 90 درجه میشه این رو میفهمیم درست است؟ بی یک جمع بی دو چند میشه؟ 90 درجه است سعیست؟ این رو خب پس حال چی میکنم او بی و او سی رسم کردم میفهمم که بی یک جمع بی دو 90 درجه است تا اینجا خیلی فهمیدیم اما از طرف دیگه ما اگر بیایم این مثلث چی است مثلث او بی سی یک مثلث متساوی ساقین است دیگه نه ساقای از او بی و او سی چی است مساوی است چرا چون شاخه دایر است اگر ما بیایم ارتفاع از از او به بی سی ارتفاعش رسم کنم زاویه بین چند درجه است 90 درجه است درست است انزایم نه چند درجه میشه 90 درجه میشه این خب میفهمیم ارتفاع زاویه چند است 90 درجه است چون ارتفاع است و مثلث ما متساوی ساقین است نیم ساز هم است یعنی چی یعنی اینا میشه اچ ما اگه بانو میره او اچ ما چی میشه هم 90 درجه است عمود است هم نیم میکنه یعنی چی یعنی بی اچ با اچ فی مساوی است چرا چون مثلث ما متساوی و ساقین است در مثلثه متساوی و ساقین به این شکل است دیگه ما که مثلث متساوی و ساقین داشته باشه درست است یعنی ساق کدی ساق چی است مساوی است مگر اگر بیم ارتفاع از این رسم کنیم ارتفاع از دقیقاً زاویه اش 90 درجه است و دقیقاً در وسط از قرار میگیره یعنی یعنی با این زل با این زل چی میشه مساوی میشه این فقط در مثلث‌های های ساقین است اگر مثلث ما و شما متساوی ساقین نباشد به این شکل باشد صحیح حالی تو ارتفاع از رفت دقیقا زاویه درجه اما این زل با این زل چی مساوی نمیشه اما اگر مثلث متساوی ساقین باشد اون زل بازی زل چی مساوی است چون این زل با ای زل مساوی است پس اینی زاوی او با زاوی O2 هم با هم چی میشه مساوی میشه من نیر او یک بگیرم این رو بگیرم با زاویه o صحیح شد پس زاویه او یک با به چی میشه مساوی در مثلث های متساوی و ساقین اگر داشته باشیم هم ارتفاع هم نیم ساز برش میشه نیم ساز یعنی هم زل مقابل نیم میکنه هم زاویه رو دو نیم میکنه این فقط در مثلث های متساوی و ساقین است حال مثلث ما و شما چی است متساوی و ساقین است پس زاویه او یک به دو چی است مساوی است قبول است اردوش با هم دیگه اگه مثلا 100 درجه باشد او یک میشه 50 او میشه چند 50 درجه تا اینجا خوب فهمیدید خب اما آلی چی میگیم؟ حالا به شکل میگیم میگیم که زاوی بی کمی همین زاوی بی اک. ما, زا... ما و شما چی است همین رو باید بگم ثبوت کنیم که میشه زیر قوس مقابل تقسیم بدو زاوی بی اک. با زاوی بی دو جمع چند درجه میشه امالی گفت اول گفتم 90 درجه آفرین چرا چون شا در نقطه تماس بالای خط مماس چی است عمود است یعنی بی اک. با زاوی بیدو چند درجه میشه 90 درجه 90 درجه میشه قبول است خب بله آله ده مثلث شاگرد از دقت ده مثلث او بی اچ ده مثلث او بی اچ دقت کنید او بی اچ این مثلث خورده که وسط است نه باید با دیگر رنگ بکشم برد این مثلث این مثلث دقت کنید این او بی اچ است؟ یک مثلث چی است؟ قایم زاویه است نگه نه؟ یک زاویش 90 درجه است او اردوی دیگه باید چند شود جمعشان؟ جمعشان 100 فیصد باید چند شود؟ 90 شود دیگه چرا چون مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه است 180 خب 90 تا کیش کزی است این هر دو جمعش نه هر کدومش نه جمعش 90 هست مساهم این 40 باشه ایش 50 که جمعش چند شود 90 مثلا مثال زدیم نه او 40 باشه دیگه 50 او 60 باشه ای چند است سی است که جمعش شود چند 90 پس بی دو با او دو هم چی میشه جمعش 90 میشه پس دقت کن بی با بی هم 90 است با او دو هم 90 است چه نتیجه میگیری یک بار دیگه برد میگم زاویه بیدو با زاویه بی هم نوت درجه میشه زاویه بی با زاویه اودو هم نوت درجه میشه نتیجه شی ست نتیجه آفرین نتیجه شی که زاویه بی با زاویه اودو باید چه باشد؟ صد فیصد مساوی باشد دیگه چون زاویه بیدو هم با بی نود میشه هم با اودو نود میشه پس یه اردوش رای دیگه نداره اردوش باید صد فیصد با هم چی باشد؟ مساوی باشد درست خب حالی که بی یک با اودو مساوی است خود اودو با او مگه نگفتیم مساوی بله او با اودو مساوی یعنی چی یعنی زاویه این او یک اودو با هم دیگه سی او بی این زاویه درست است دو برابر زاویه چی میشه بی یک میشه چون دو دو تا دیگه یعنی دو تا این یک تاست نام کلش با هم چی است مساوی است پس زاویه بی او سی دو برابر زاویه بی یک است زاویه بی او سی چی است یک زاویه مرکزی است پس چی میشه میشه و با قوس مقابل نه پس قوس مقابل آلی اضافه بی چیست؟ چی است نیم از است دیگه پس میشه قوس مقابل تقسیم بر دو نیم میکنیم دیگه پس میشه بی بخشه بخش بر دو پس ثبوت میشه حالی همینا رو من نوشتم میکنیم برید اول تشریح کردن بفهمی آلی نوشته میکنیم دارید اوکی خب شکرده عزیز دقت کنید به ما ثبوت میکنیم پس اول میگیم چی؟ ثبوت میگیم که شاه های اوبی و اوسی را رسم میکنیم پس شاه های اوبی و اوسی را رسم میکنیم پس او بی و سیر چی کردیم؟ رفت کردیم خب در مثلث میگیم که این رو میفهمیم که زاویه او یک با او بی یک ببخشید زاویه بی دو با بی یک چی میشه 90 درجه میشه نه پس زاویه بی یک جمع بی دو چند درجه میشه 90 درجه میشه چرا چون شعا بالا در نقطه تماس بالای خط مماس عمود است دیر ما و شما قبلا خواندیم پس یعنی چی میشه زاویه اردوش با هم با چند چند 90 شوه از طرفی در مثلث در مثلث دقت کنید OHB اچ بی او مثلث داریم خب چی داریم در مورد این مثلث او میگیم که o دو جمع بی دو هم با چند شوه 90 درجه شوه درست است پس o دو جمع بی دو هم 90 است o دو جمع زاوی B2 هم چند درجه میشه؟ 90 درجه میشه. درست است؟ از اینردو نتیجه چی در نتیجه از اینردو نتیجه میگیریم که نگاه کنید دقت کنید چه از B2 کد b شده 90، B2 با o هم شده 90. پس یردو باید با هم چه باشد؟ نساویه باشد. پس نتیجه میگیریم که زاویه B1 ما مساوی شده با زاویه O2. صحیح پس زاویه B1 با زاویه O2 مساوی است. خب خود O2 چی نیم B است. خود او دو نیم بی او سی است که بی او سی او یک او دو با هم مساوی است دیگه گفتیم مثلث چی است متساوی ساقین است یعنی نیم ساز هم است دیگه نه پس او دو نیم از پس بی نیم از زاوی است پس نوشتم میکنم پس در نتیجه زاوی بی مساوی با نیم زاوی بی او سی بی او سی زاویه تقسیم به دو نیمش میشه تقسیم به دو دیگه قبول است بله پس زاوی بی, بی یک ما دیگه صحیح است بی یک است زاوی بی یک ما با او دو مساوی بود پس بی یک ما میشه نیمه چی بی او سی حال زاوی بی او سی چی از یک مرکزی است دیگه پس مساوی است با قوس مقابل خودش پس قوس مقابل چی میشه قوس مقابل بی او سی چی است بی او سی هست بی سی پس میشه قوس بی سی بخش بر دو پس ثبوت شد پس در نتیجه نهایت نتیجه آخر ما شما چی میشه میشه زاویه بی یک ما و شما زاویه مماسی ما میشه قوس مقابل بی سی تقسیم بر دو پسی چی شد؟ ثبوت پس فاهم نیچه رقم شد دیگه نه؟ پس شاگرده عزیز و گرامی این ثبوت شد بسیار آسان پس نکته این ثبوت چه فاهم میده رقم است دیگه؟ یک زاویه مماسی اگر داشته باشیم میشه قوس مقابل تقسیم بر دو ثبوتشم به شک برد انجام دادم خب یک تا مثال کار میکنم و خلاص درس ما و شما امروز چی میشه؟ خلاص میشه پس تختر پاک کنم یک تا مثال کار کنم و خلاص شود درست است؟ خب پس شاگرد عزیز من تختر پاک میکنم یک تا مثال کار کنم و درس ما و شما امروز خلاص شود خب سوال سوال به شکل است دقت کنید شاگرد عزیز ما یک تا دایره به داشته باشیم به شکل در دا اینجا داشته باشیم پانیل با دیگر رنگ بکشم که فهمیده شد جانومی A, B C D, O فیس خب ایشاکل با ما و شما داده گفته که این زاویه مرکزی ما و شما چند است این زاویه مرکزی ما و شما بشهت به عنوان مثال 30 درجه زاویه O ما o یک دیگه O1 بشهت اینی O2 بشهت زاویه O1 ما و شما چند است 30 درجه است فیس سی درجه است گفته دیگار پیدا کو دیگه زاویه محاطی و زاویه مماسیر پیدا کو چند درجه میشه خب زاویه مما... محاطی که آسان است دیگه سوال قبل به این بود دیگه نه اگر سی درجه باشد قوس دی سی چند درجه میشه سی درجه میشه پس در نتیجه پس قوس دی سی مساوی است با سی درجه سیف بله آفرین حال زاوی ای زاویه محاطی ما و دیگه زاوی ای پس مساوی است با چند قوس مقابل تقسیم بر دو قوس مقابلش هم دی سی است پس دی سی قوس دی سی تقسیم بر دو دی سی گفتیم سی درجه است دیگه سی درجه تقسیم بر دو چند شد 15 درجه دقیقا مثل سوال قبلی بود اما زاویه مماسی هم داریم زاویه مماسی ما چی ما شما چی است بی ای درست کدام زاویه را باز ما خواسته میتونه یعنی ای زاویه مماسی ما شما B بی ای سی را از ما شما پس زاویه بی ای سی یعنی زاویه مماسی زاوی مماسی ما و شما گفتیم اعمال ثبوت کردیم میشه قوس مقابل تقسیم بر دو خب قوس مقابل چی میشه AC میشه درست است پس ای تقسیم بر دو اما AC چند درجه است شاگردای عزیز AC چند درجه میشه ما فقط میفهمیم که دی چند درجه است دی سی, سی درجه است پس با نوشته کنم ده اینجا یعنی DC سی ما و شما سی درجه است یعنی چند درجه میشه آفرین آفرین به شما مگر ایدی ما و شما قطر نیست قطر چی است قطر یک دایره به دو نیم مساوی تقسیم میکنه یک دایره چند درجه است کلش 360 درجه آفرین به شما پس نیم چی میشه 180 درجه دیگه نه خب 30 تاش که اینجا باشه چند میمونه از 180 30 تا کم کو میشه 150 درجه آفرین پس یعنی قوس مقابل 50 درجه است درست است پس این قوس مقابل 150 درجه است پس زاویه بی ای سی میشه چند میشه 150 درجه تقسیم بر دو که جواب چند میشه 75 درجه صحیح شد پس فرمول چرا رقم شد دیگه نه پس شاگردای عزیز و گرامی چی گفتیم زاویه مهاتی گفتیم با قوس مقابل تقسیم به دو و زاویه مماسی هم به این شکل است قوس مقابل تقسیم بر دو درست است خب شاگرده عزیز درس ما و شما خلاص شد پس بحث دوم ما و شما هم چی شد خواندیم زاویه مماسی در دایره رو خواندیم و ثبوت هم کردیم که میشه چی قوس مقابل تقسیم بر دو درست است خب شاگردای عزیز کارخانگی کارخانگی خانگی چی است تمرین های صفات 20 20 و 23 کتاب باید چه کنید حل کنید به ما روان کنید چه رقم روان میکنید همونطور که اول گفتیم با نمبر 20964 780 255 40 13 در واتساپ میتونید به ما روان کنید و با ما در ارتباط باشید درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پایان فصل اول درس ما و شما فصل اول ما و شما خلاص میشه در این جلسه موفق باشید، مانده نباشید، بخیر باشید، شما رو به خدای مهربان می سپارم.